مدافع حقوق زن فقط سکینه است و سلام. بله، مشاور رئیس جمهور و گفته ما در حق دختران دهشستی اجهاف کردیم. واقعا دهشستی ها دختر پسرشون در حقشون اجهاف شد. حالا چه اجهافی شده؟ آیه مصوبه بود که دختران دهشستی در صورت ازدواج فقط میتونن کار کنن و ازدواج هم نکردن، از اونجا رونده، از اینجا مونده، نه شوهر کردن نه آره کار پیدا کردن. سکینه تنکیو، واسه شون مادری کردی، واسه شون داری مادری میکنی. آها، اونا جا مادر آدن، سنشون بالاست دیگه، در خوشبینانه ترین حالت واسه شون خواهری کردی، اگه نگی دختری. سکینه ممنون. سکینه بازم به این دهشستی ها بپرداز، حتی امید ما دهشستی ها تویی. آن تو فقط تو حوزه بانوانی نه. ای مسئول عزیز چته؟ مریضی؟ آها دل سرد شده، نکنه سردی خوردی؟ آن به خاطر اونی؟ پر به خاطر چیه؟ به خاطر مردم؟ باز مردم چیکار کن؟ آها احساس میکنی تو انتخابات حضور پرشور ندارن و دلتون سرد شده، حالا باید چیکار کن که دلتون گرم بشه؟ فقط حضور پرشور، چند درصد حضور پیدا کنن دلتون گرم میشه. آن سیب بالا دلتون یه تفتی میخوره، 50% به بالا برشته میشه، 70 به بالا این مغز پخت میشه دلتون. آره، یعنی فقط چارش حضور مردمه. حاضر میشید به خاطر اینا که دل گرم بشه؟ گفتن سیلیبریتی هایی که واسه کوروش کمپانی تبلیغ کردن واسه شون پرونده قضایی تشکیل میشه و اگه جرمی مرتکب شده باشن پیگرد میشن. کار درستی میکنید که از حق و حقوق مردم دفاع میکنید، فقط کامل دفاع کنید. و اونایی که ای بولس رو تبلیغ کردن، گفتم پولتون رو بریزید تو بولس هم پیگرد کنید، چون زندگی مردم اونجا بین رفت، خیلی ها نابود شدن، افسرده شدن. قشنگ 500 میلیون گذاشتن تش واسه شون 5 میلیون موند. اونا هم پیگیری کنید و شهرداری تهران، چون کلی واسه این کوروش کمپانی بیلبورد زد و بیشترین اطمینان به خود همین شهر تهران بود. گفتن ای شهرداری که کار خلاف نمی کنه، ای کمپانی کلاهبردار که دفاع نمی کنه، اونا هم پیگیری کنید. یعنی اقدی که منو کریم میه دف کردیم هیچکی نکرد. توی سن کم کارنامه پرباد یا شهروزی کردیناش بود، همش لشه. یه فاتح هم نخود هروزی من توجه کم بزن. یه مؤسسه مطالعاتی گفته ایران در میان بدترین کشورها واسه سالمندان است. یعنی بین اون 94 تا کشوری که تحقیق کردن ایران 82 هست. بله 12 تا کشور از ما پایین ترن، عراق و اینا. گرچه این کشور واسه ما جوانام آش دستوزی نیست، واسه ما خوب نیست، ولی پیرا بند خدا این جوانیمون اونم پیریمون. یعنی اگه بخوایم پیرم بشیم تش وجود میشه. خواهشن یه راه سوم بهمون بدید چی کار کنیم که اونو تجربه نکنیم لاغل. آها، به دیار حق بشتافیم، بیریم به دیار ملک و تعالی بیریم که تجربه نکنه. حتی لاغر فقط جوانیمون به چخ رفته باشه، بقیهش بیشه معبود. حتی اوکی، زرقامی گفته ما به خاطر این میخواهیم به گردشگرهای خارجی سیم کارت بدون فیلترینگ بدیم که بتونن لحظات قشنگشون رو توی کشور بفرستن واسه خانوادشون تو کشور خودشون. خب زرقامی، ما هم مردمی میخوایم لحظاتون. آها، ما اینجا به اون خوش نمیگذره، اصلا فرستادن نداره لحظاتمون اینجا. بفرستیم اونا هم افسرده میشن. به جان خودم تنها حرف درستی که تو زدی همینه. به خدا واقعا حرفت خیلی به جا بود. اونا میان لاغر واسه چند روز خوشن، ما اینجا واقعا این لحظات فقط سوگواری میخواد. خورما لازمیم، حلوا هم حتی. آره درسته. بعد گفتی دستشویی، کارم دستشوییه. بنشیم، امیدوارم که مای ظرفشویی هم بغلش بذارید. آره آره،
بهداشت خیلی مهمه. یه کارشناس سوال کرده و گفته چرا تمایل مردم ایران به بچه دار شدن کم شده؟ این سوال میپرسه. چش بسته غیب گفتی؟ این چه سوالی؟ چون مردم ایران تو نون خودشون موندن. معلوم نیست بعدا چی به سر خودشون میاد با این تورم. بعد بچه درست کنن. بچه زیر ساخت میخواد. اون زیر ساختش رو داری. خب فقط این زیر ساختش نیست. این زیر ساخت اولشه. اصلش بزرگ شدنشه. آن که دندان دهد نان دهد. دیگه دندون هم کشیدید. دیگه دیدی دندون پزشکی از نیشه بالاست. دیگه دندون هم نمونده که نون بخوریم باشد تا. بچه درست کنید روزیشو با خوش میاره. چشم عباس آخو. بله توی کشور خدا رو شکر همه میتونن آزادانه حرفشون رو بزنن. مگه ندیدید تا حالا کسی حرف زده واسهش مشکل پیش اومده؟ آه او چه بازور. نه اونا حرف نیست، اونا اختشاش خط گیره تقال. مثلا همین نمونه، کی میخواد حرف زن؟ آه تو میخوای حرف زن؟ چی میخوای دیگه؟ آه موافقت موز آه حرف زن. ما چقدر خوبیم. بله آمریکا چقدر بده. آره هرچی بعد وقتی زیر سر آزاد و حرف زن. آه تو چی میخوای بگی؟ عزیز ای که دیگه حرف نیست. این خط گرفتن از معاندی نه بزی. نه 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 من گفتم حرف، نگفتم تفرق افکنی سیاه نمایه بزی. اینا همش سیاه نمایه. آن وضع ما حالا ایجوریه. نه نیست، همین سیاه نمایه به مردم تلقیم میشه و فکر میکنم واقعا یعنی اعتماد به نفسی که هودی به آدم میده آینه دستشویی نمیده. به جان خودم، یعنی وقتی هودی تنمه احساس میکنم زیباترین هیکل دنیا دارم. یعنی خودم رو در حد براد پیت میبینم. نه ای براد پیت، براد پیت که تو فیلم تروی بود او براد پیت. ای که نه، آن وقتی هودی در میارم نه ایرش کن بذار تنم باشه، ای حس خوب داشته باشم. حتی خدا قوت، خسته نباشی، دمتون گرم، ممنونیم شرمنده مون کردید. چجوری از شرمندگیتون در بیایم؟ آه احتمال داره در نیایید. ببخش آه چی شده؟ خب کیهان گفته، کیهان گفته باید به دولت خدا قوت گفت که دلار تو 55,000 تومن نگه داشت، نذاش بیشتر بشه. ما داریم بهشون خدا قوت میگیم بابت همه کارهایی که کردن با ما. بله جای خدا. پس چی فکر کردی؟ فکر کرد پنج دلار میشه 5,000 تومن؟ نه دیگه، 55,000 تومن خدا قوت داره با این مدیریت واقعا. یعنی باید 200,000 تومن بشه با این مدیریت، ولی 55,000 تومن موند و باید بهشون خدا قوت گفت. حتی دمتون گرم، تنکیو وری ماچ. حتی